زدی تا امر ثانی مهر خاموشی دهانم را، مهیا میکنی تا امر ثانی آب و نانم را. مرا با جرم زن بودن اسیر خانه ام کردی، چه کس باید دهد اکنون غذای کودکانم را. کنون با پول آن کافر خودت در عیش و عشرت ها، مرا اندوه طفلانم برید از دل امانم را. بگردد زهر بر جانت الهی پول آن کافر، خودت سیری ولی از من بریدی آب و نانم را. صدای من عورت نیست. بیا دیوارها را در نویسم، و جای ضعف خود باور نویسم. بگیر دستم بده دستت که با هم کتاب سرنوشت از سرنویسم. هیچ قدرتی نمیتواند صدا و تصویر زنان را حذف بکند. ما با همین صداها بر علیه نابرابری ایستادگی خواهیم کرد و شکست شما را حتمی خواهیم ساخت. پیروزی از آن ماست. خب در طول این مدت که 3 سال طالب آمدی به افغانستان و حاکم شدین، برنامه های زیادی برای حذف زنان داشتین. از شروع او، از شروع مکاتب که برای خانم ها مکاتب بسته کردن، و همچنان هم تو دانشگاه ها و با مرور زمان کار از پیشان گرفتن. اکنون فشارهایی که جهان بر سر اینا میاره و یا رسمیت به اینا نمیده یا تعامل با اینا نمیکنه، اینها همه فشارها را بر سر زنان میارن. میتونن از این برنامه ها و از این فشارها با استفاده از زنها این برنامه ها را کاملا تطبیق بکنن در کشور و سودش از جهان بگیرن.